با سلام مجدد خدمت شما محصلین عزیز، با امید از اینکه از سلامتی کامل برخوردار باشین و الله متعال وضعیتی را که امروز بالای ما آمده از ناحیه ناامنی و از ناحیه ای آسیبی کرونایی، امیدوار هستم که پروردگار متعال فرصت هایی را برای ما و شما مساعد بسازه تا درس ها را به صورت حضوری تا حدی که برای ما جالبتر و جذابتر باشه و یک فرصتی باشه برای یک گفتگوی مستقیم همراه محصلین و استاد، تا اینکه بعضی از مفاهیمی که شاید در بسیار اوقات ما نتوانیم از این طریق او را خدمت شما بیان بکنیم، یا بعضی سوال هایی در ذهن شما حتما هست که ما نتوانیم به اونها پاسخ بگوییم، ای به صورت درس‌های حضوری خدمت شما قرار بگیره. من امیدوار هستم که الله متعال فرصت را برای ما و شما مساعد بسازه. به هر صورت ما و شما همان گونه که درس‌های سوم و چهارم را خدمت شما بیان کردیم و در درس چهارم نسل‌های سیگانه حقوق بشر را که نسل اول و نسل دوم و نسل سوم بود برای شما ای را بیان کردیم. در این درس مبانی حقوق بشر خدمت شما بیان میشه که ما مبنا و یا اساس را همان گونه که شما در مبانی علم حقوق موضوع را هم خواندین که هر علم و هر موضوع برای خود یک مبنا و اساس داره. سوالی است که مبنای حقوق بشر چیست؟ و یا به تعبیر دیگر ما زمانی که موضوع حقوق بشر را مطرح میکنیم سوال ایتو وارد میشه که یک مسئله ای هست که از خارج برای ما وارد شده و یا یک موضوعی هست که ما برای از این مبنا و اساس داریم. بینن وقتی که اگر موضوع دروغ گفتن و یا ظلم کردن و یا فریب دادن یک انسان وقتی که از لحاظ شرعی جرم هست و این مبنای دینی داره، ما اگر یک شخص میتونه که بر اساس فریب انسانهای دیگر منفعتی بلندی را به دست بیاره ولی برش بگویم که چرا چنین کار را نمیکنی، میگه نه این کار از لحاظ شرعی درست نیست. به تعبیر دیگر یعنی فریب ندادنی از این شخص انسانهای دیگر را میگیم مبنای دینی داره. و به طور مثال ما و شما یعنی ای که به مواد مخدر دست نمیزنیم و تلاش میکنیم که باید یک کشوری عاری از مواد مخدر داشته باشیم، چرا این کار را میکنیم؟ برای از ای که این مبنای شرعی نداره، این مبنای دینی نداره، اساسی دینی نداره. این را گفته میشه اساس. بینن سوال اینجاست که حقوق بشر از کجا گرفته شده؟ آیا این برداشته ها و یک سلسله ذوقها و سلیقه های دانشمندانی معاصر هست و یا این مبنای از این در شریعت اسلام و در ادیان سماوی و یا در مکتب های فکری از فلسفی ها این موضوع وجود داره؟ حالا در این موضوع به این مسئله می پردازیم که این عناوینی که در پیش روی شما قرار داره اینها را در سلاید بعدی هر کدام از ما یک مقدار به بحث میگیریم و روی از این توضیح خواهد دادیم. اول قسمی که ما در گذشته چند مبنا برای از ذکر کردیم، چهار مبنا: مبنای دینی، نظریه حقوق طبیعی، نظریه حقوق مبتنی بر کرامت و نظریه حقوق مبتنی بر عدالت. حالا این چهار مبنا را در اینجا ما به صورت خلاصه ذکر میکنیم. اول مبنای دینی. مبنای دینی به این معنا هست که حقوق بشر در آغاز این اساسی دینی داره. به این خاطر است که ما تمام ادیان سماوی را اگر به بحث و بررسی بگیریم میبینیم که موضوع حقوق بشری در این ادیان به صورت بسیار گسترده وجود داره و روی از این مسئله اینها تاکیدهای خود را دارند. تا جایی که ما به عنوان یک مسلمان گذشته از دین مسلمان اگر دین عیسویت را به بحث بگیریم، در نظام اخلاقی دین عیسویت موضوع خیلی به صورت برجسته وجود داره که حتی در آموزه‌های اخلاقی
دین ایسویت ای هست که اگر کسی بروی شما سیلی زد، شما طرف دیگر را به او پیش کنین تا اینکه سیلی دیگر را بزنه، به این معنا که شما هیچ عکس العملی در برابر از او نداشته باشین. این در نظامی یا در آموزه های اخلاقی دین مسیحیت است. گویا این احترام به جایگاه و مقام یا به تعبیر دیگر موضوع گذشت و ایثار و قربانی را برای احترام به جایگاه بشر دانسته میشه. اگرچه این موضوع یا این موضوع اخلاقی به این معنا نیست که ما همیشه مورد ظلم و ستم قرار بگیریم و در برابر ظلم و ستم خاموش بنشینیم، البته این خود درست است، اما از طرف دیگر یعنی هدف این هست که از طریق عام ساختنی نظامی اخلاقی ما بتانیم همگی شهروندان ما دارای همچن اخلاق باشند. درست است که این به عنوان یک مثال ما ذکر کردیم. در نظامی دینی ما هم میبینیم پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان یک کسی که در دین مقدس اسلام بهترین نمونه هست، نمونه های بسیار بزرگی را داره. حتی میشه که ما از نمونه های از این مسئله را ذکر بکنیم که در فتح مکه یا در جنگ بدر، در جنگ بدر در سال دوم هجری 70 تن از مشرکین اسیر میشوند، ولی اینها را از اینها فدیه گرفته میشه، اینها آزاد میشن. و در فتح مکه که مکه بزرگترین مرکز دینی و مذهبی در جزیره العرب به دست مسلمان ها فتح میشه، ولی برخوردی که یک فاتح معمولا در دنیای امروزه داره خیلی ها موضوع جبری و خیلی ها یک طغیان سرکشی هست که شاید کم پیشینه باشه. هر کشوری فاتح و یا هر نهاد فاتح در اکثر اوقات جز مسلمان ها بالای کسایی که اونها در زیر گویا اونها را فتح کردن بالا از اونها آنچه خواستن انجام میتن. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که مکه مکرمه را فتح میکنه، وقتی که سوال میکنه از اونها که حالا در این مدت 20 سالی تمام که با معناشی اگرچه واضح گفته نشد، ولی اونها این مسئله را تصور خود داشتن که ما 20 سالی تمام را در دشمنی به پیامبر به سر بردیم و حالا شاید امو جزای قتل در انتظار ما هست، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم با کمال جوانمردی گفت اذهبوا فانتم الطلقاء، شما برین همه آزاد هستین. یعنی این مش نمونه خروار است که من خدمت شما بیان کردم که چرا این کار را کرد. برای از این که اول دین مقدس اسلام یک دین ایثار و گذشت است و از طرف دیگر احترام به جایگاه بشر، برای از این که یک فرصت دیگری بر اینها داده شود تا اینکه اینها حتی جبر هم در اینجا وجود نداشت که کسی را گفته شده باشه که اگر شما مسلمان میشین از جزا معاف هستین، در غیری از او جزا یا مجازات در انتظار شما هست، چون این چیزی هم نبود. هدفی هست که حقوق بشر یکی از مبنای حقوق بشر مبنای دینی هست. به این خاطر حتی آبرو و حیثیت انسان هم در دین مقدس اسلام خیلی جایگاه بزرگی را داره، چی رسد به جایگاه فیزیکی. من یک مثالی را شاید یادآوری بکنم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میگن که شکستن استخوان مرده مانندی از این است که گویا یک شخص ایره در زندگی بشکنه. یا پس دانسته میشه که این نمونه ای از گذشت در دین مقدس اسلام هست و همچنان ما مواردی فراوانی را موضوع آبرو و حیثیت انسان را ما و بالاخره صدها مثال دیگر، حتی ما میبینیم که دیدن یک شخص به خانه همسایه، مثلا دروازه را که یک شخص واز میکنه، این حق نداره که به داخل خانه ببینه. اگر در همچن حالت یک شخص چنین عملی را مرتکب میشه و طرفی شخصی که اگر به داخل خانه یک شخص میبینه، اگر توسطی تیر به چشمی از این میزنه و چشمی از این کور میشه، نابینا میشه و یا ای که یک عضوی دیگری از این آسیب میبینه، این از لحاظ
دین مقدس اسلام جریمه و یا مجازاتی نداره. چرا؟ برای از اینکه چرا به حریم یک شخص بدون اجازه از او دیده داخل خانه شاید که بعضی از مسائلی باشه که حالا یا ملاحظه‌ای وجود داشته باشه تا اینکه همه اشخاص یا همه ای را نبینن بینن، یعنی حریم یک شخص آنقدر در دین مقدس اسلام قابل احترام است. پس وقتی که حریم یک شخص به این حد قابل احترام بوده در دین مقدس اسلام، آبرو و حیثیت یک انسان قابل احترام بوده، پس تصور شما چی هست که انسان من حیث انسان در دین اسلام جایگاهی نداره؟ هدف ما این است که ما به این فکر نباشیم که در دین عیسویت یا در نظام و در نظام اخلاقی و یا آموزه های اخلاق دین مسیحی احترام به جایگاه انسانی وجود داره و جایگاهی بشری و در دین مقدس اسلام وجود نداره. اصلا چنین چیزی نیست، بلکه همه ادیان سماوی با البته شیوه های مختلف موضوع بشر را ارزش دادن و ما میتونیم در کلی طور بگوییم که یکی از اهداف و آموزه ها در تمام ادیان احترام به جایگاه بشر و انسان بوده است. دوم، نظریه حقوق طبیعی که در اینجا یک چیزی هم نوشته شده که میشه بخوانیم، از نظری یعنی طرفداران مکتب حقوق طبیعی، حقایق ازلی و ابدی وجود دارد که خارج از ذهن و اعتبار انسانی واقعیت دارد که حتی اگر نادیده گرفته شود بد فهمیده شود، در عمل مورد سوء استفاده قرار گیرد و یا کشف نشود، این معتبر است. ریشه های حقوق طبیعی را می توان در بین تمام ملت ها یافت، ولی عادت بر این است که ابتدا به سراغ یونانیان می روند، چون حقوق طبیعی اکثر به او به طرفی گویا متأثر از فکر فلاسفه یونان از فلاسفه قدیم مانند سقراط و افلاطون و ارسطو و یا دانشمندان جدید هم یک مقداری هست. البته به این معنا که طبیعت انسان درست است که یک سلسله خواسته هایی را داره، ولی گذشته از یعنی طبیعت انسان بعضی از مسائلی وجود داره که ناگزیر او باید مورد ارزش و احترام قرار داده شود که اگر چنین نشود یقیناً که جامعه بشری به مشکلی مواجه میشه. ممکن این موضوعی از این هم ریشه یا یک متأثر از فرهنگ دینی و یا ادیان سماوی هم باشه. یعنی نظریه حقوق طبیعی این هست که درست است که طبیعت انسان خواسته های خود را داره که به این ارزش قائل انسان باید قائل شود، ولی بعضی از مسائلی هستند که یعنی به صورت ازلی و یعنی ابدی در طبیعت انسان وجود داره که گاهی در ذهن انسان هم این جایی نمیگیره، ولی خوب است که اینها باید کشف شود و اینها جستجو شود و بر اساسی از او خواسته ها حقوق بشر یا قوانینش در نظر گرفته شابینن. این مکتب حقوقی هم دیدگاهش در رابطه به حقوق بشر ای هست که باید به جایگاه بشر و انسان احترام و ارزش قائل شابینن. گفتم میتونیم که حقوق بشر مبنای حقوقی دارد از دیدگاه طرفداران مکتب حقوقی طبیعی. موضوع سوم، دیدگاه نظریه حقوق مبتنی بر کرامت است که حالا دیدگاه مبتنی بر کرامت گذشته از آموزه های دینی که الله تعالی می فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را کرامت بخشیدیم، ولی ادیان یا این موضوع کرامت و یا ارزش گذاری به جایگاهی بشریت این یک ویژگی است که تقریبا بعد از قرن 16 بیشتر این مطرح شده که مثلا فلاسفه چون جان لاک که متولد سال 1632 و که در سال 1704 وفات کرده که از جمله فلاسفه بزرگ انگلیسی در قرن 17 می باشه، همچنان منتسکیو که در سال 1755 وفات کرده و کتابی را نوشته کرده در قسمت به نام روح القوانین و در قسمت آزادی های انسان و
نظریاتی خیلی عالی و جالبی را داره. بینن نظریه مبتنی بر کرامت را، یک نظریه هست که چی فلاسفه قدیم و فلاسفه جدید روی ازی بحث کردن. بینن قوانین حقوقی بشری مبنای حقوقی داره از دیدگاهی مکتب حقوقی طبیعی و از دیدگاهی مکتب حقوق مبتنی بر کرامت، و همچنان مکتب یا دیدگاهی چهارم، دیدگاهی یا نظریه مبتنی بر عدالت. خب عدالت یک اصلی هست که همه انسانها طرفداری از این هستن و این را میخواهند. ای که در عمل چقدر به این مسئله پابند هستن او بحثی جدا، ولی همه انسانها به صورت طبیعی عدالت خواه هستن و عدالت را دوست دارن و نمیخواهند انسان بالا انسان دیگری ظلم بکنه. بینن وقتی که حقوق یک انسان مورد تجاوز و یا مورد تجاوز قرار میگیره و یا حقوقش پامال میشه، عدالت ایجابی از این میکنه که بعد حقی از او گرفته و به این شخصی به حقش گرفته شوه، انتقامش گرفته شوه و شخصی ظالم و کسی که حقوقی بشر پامال کرده ای به جزایی که قانون برش در نظر میگیره باید محکوم شوه. بینن از این دیدگاه های مختلف ما میتونیم بگوییم که حقوق بشر هم مبنای دینی داره و هم مبنای حقوقی داره، از دیدگاهی طرفداران مکتب حقوقی طبیعی، از دیدگاهی طرفداران حقوق مبتنی بر کرامت یا کسایی که گویا کرامت انسانی را برش ارزش قائل هستند، و از دیدگاهی اعتدالیون کسایی که عدالت را محور و اصل در تمامی از نظامها ها می دانن. خب اینجا ما به چند مکتب به دو مکتب حقوق بشر، یکی مکتب جامعه شناختی و مکتب اصالت فائده، یعنی طرز تفکر در حقوق بشر، دو نوع طرز تفکر وجود داره یا از لحاظ یا دو فکره وجود داره، یکی از لحاظ جامعه شناسی و دوم از لحاظ اصالت مکتب اصالت فائده. خب خدا کنه که موضوع را من بتانم خدمت شما بیان بکنم، یا خدا کنه که به صورت مغلق ارائه نشده باشه این مباحث. ببینیم مکتبی، وقتی که مکتب ما میگیم یعنی معناش از در مثلا در دین مقدس مذهب وجود داره، مذهب ابو حنیفه وجود داره، مذهب شافعی وجود داره، مذهب مالکی وجود داره، در حالی که همه از اینا یا مذهب احمد ابن حنبل، هر چاری از این مذاهب مذهب اهل سنت و جماعت نامیده میشه، ولی یک تفاوتی در بین از این مکتب ها و یا این مذاهب وجود داره. حالا مکتب های حقوقی بشر هم همچنین مکتب، وقتی که میگیم امی مسئله پیش میاد، یا مذهب جامعه شناختی یا مذهب اصالت فایده، این به این معنا هست. خب از لحاظ جامعه شناختی، البته جامعه شناختی از لحاظ اصطلاحی یا جامعه شناختی یک چیزی جدید است، ولی این موضوع در دین مقدس اسلام هم سابقه داره. حتی ما میتونیم ابن خلدون به عنوان از جمله بزرگترین جامعه شناس اسلامی نامگذاری بکنیم که تقریبا در قرون هفت زندگی داشته، و حالا جامعه شناسانی بعدی تقریبا شاگرد میشن برای یا تقریبا دیدگاه های از او را تعقیب میکنن. درست است که حالا به صورت مکتب جامعه شناسی حالا یک پدیده ای که امروز خیلی ها توصیه پیدا کرده، ولی اساسی از این را یعنی مسلمان ها گذاشتن. خب از دید مکتب جامعه شناسی یا جامعه شناختی ما حقوق بشر را یک مقدار توضیح میدیم. روسکو پاوند که یکی از برجسته ترین دانشمندان جامعه شناسی هست که در قرن 19 البته روسکو پاوند
به عنوان یکی از برجسته ترین دانشمندان جامعه شناختی یک دیدگاهی را در رابطه به مکتب حقوق بشری داره. این دیدگاهی است که در قرن 19 تا تاریخ حقوق عمدتا در قالب شناسایی فزاینده حقوق فردی نگاشته می شد، ولی در قرن 20 باید این تاریخ در قالب شناسایی روزافزون نیازهای انسانی، مطالبات بشری و منافع اجتماعی نوشته شود. و منافع اجتماعی را چند چیز تشکیل می تکی: امنیت عمومی، امنیت نهادهای اجتماعی، حفظ اخلاق عمومی، حفظ منافع اجتماعی، پیشرفت عمومی، زندگی فردی. این البته دیدگاهی روسکو پاوند است، ولی اینجا قابل ذکر می دانیم که روسکو پاوند این تقریبا منافع انسان ها را یا منافع را به چند دسته تقسیم کرده: یکی منافع فردی، دوم منافع عمومی و اجتماعی. منافع فردی طبعا قسمی که از نامش پیداست عبارت از خواسته ها، نیازه ها و ادعاهایی است که به طور مستقیم زندگی فردی را احاطه می کنه و به نام ضرورت های زندگی یک شخص یا فردی انسان اظهار و مطالبه میشه. و این طبیعی است که این مثلا امنیت، سلامتی بدنی، آزادی فعالیت های ارادی، رفت آمد، اقامت، امنیت معنوی در برابر توهین افترا، آزادی قرار داده ها، آزادی اعتقاد یا عقیده، دین، مذهب، منافع مربوط به روابط خانوادگی، منافع مالی مثل حق مالکیت، اینها همگی تحت منافع فردی به شمار می روند. اما منافع عمومی عبارت است از خواسته ها و نیازها و ادعاهایی که مربوط به زندگی در اجتماع سازمان یافته سیاسی که به نام امین سازمان سیاسی هم اظهار و مطالبه میشه، که طبیعی است که منافع در واقع مربوط به دولت میشه، یا ایره ما میتونیم که مصالح دولتی را عنوان بکنیم. پس این منافع عمومی هست، ولی یا منافع عمومی هم منافع منافع عمومی. اما منافع اجتماعی این به زندگی اجتماعی انسان در یک جامعه متمدن تقریبا برمیگرده، که مثلا اینجا ذکر کردیم که تقریبا اینها دارای منافع اجتماعی هستند، مثلا امنیت عمومی، امنیت نهادهای اجتماعی، حفظ اخلاق عمومی، حفظ منابع اجتماعی، پیشرفت عمومی، زندگی فردی. یعنی خلاصه ای هست که از دیدگاه روسکو پاوند دیدگاهی است که حقوق بشر باید هم در آدرس فردی یا از دیدگاه منافع فردی باید مورد مطالعه قرار بگیره، هم از دیدگاه منافع عمومی و اجتماعی. به تعبیر دیگر قوانین حقوق بشری به نحوی باید تنظیم شود که منافع یک فرد را هم تنظیم بکنه، منافع عامه مردم را هم تنظیم بکنه و منافع جامعه را هم تنظیم بکنه. در صورت منافع فرد به طور مثال فعالیت های ارادی، رفت آمد، اقامت، امنیت معنوی در برابر توهین افترا، آزادی های قرارداد ها، آزادی اعتقاد، مذهب، این به صورت فردی در یک شخص حفظ شود. حالا یک شخص میخواهد کجا بره، چی نوشته بکنه، کسی به او توهین نکنه، این حقوق فردی یک شخص که باید برش داده شود. اما در منافع عمومی این هست که مثلا مصالح دولت، یعنی ما میتونیم امنیت عمومی را، اگرچه این هم منافع اجتماعی هم هست ولی منافع عامه هم هست، و یا تشکیل یک دولت، یک سازمان، یک نهاد، اینها تا حدی به منافع اجتماعی هم یعنی سر میخوره، یا به منافع اجتماعی هم تکیه داره و هم به منافع عمومی هم ارتباط داره، هم منافع اجتماعی. منافع اجتماعی، امنیت عمومی، طبیعی است که ما حالا ببینیم از لحاظ امنیت مثلا چقدر کشور ما آسیب پذیر است. این حقوق بشر ایجاب میکنه تا این که باید حقوق شهروندان کشور باید از لحاظ امنیت حفظ باشه. راهی رفت آمدی از اینها به طور مثال در جامعه ما متاسفانه که دو فکره نادرستی
یا یک فکره نادرست و یک عملکرد نادرست وجود داره. مثلا فکره نادرست در رابطه به تعلیم و تربیه خانم ها، این کاملا یک فکره منفی است. کامل نمیتونیم بگوییم یک فیصدی بلندی از مردم طرفدار از این قضیه نیستن، و البته رفتار جامعه متاسفانه که رفتاری سالم نیست. تا حدی اکثریت افراد جامعه تعلیم و تربیه را برای خانم ها یک امری غیر ضروری و نامناسب میدادن، در حالی که تعلیم و تربیه خانواده و یا طبقه ایناست، این سبب میشه که حتی خانواده ها اصلاح شوند و حتی یک عضوی خانواده، آنچه که تجربه ثابت کرده که یک خانم به حدی که در اصلاحات خانواده نقشی مثبتی را کیفا کرده میتونه، یک مرد نمیتونه، که موضوع اکثر برای ما و شما این معلوم است. خب امنیت نهادهای اجتماعی که مثلا سازمان ها هست، نهادهای مدنی هست، خب حفظ اخلاق عمومی به طور مثال چی از لحاظی رسانه‌ای، چی از لحاظی تابلوها و چی از گفتاری عمومی، ای باید آبرو و حیثیت اخلاق حفظ شود. حفظ منابع اجتماعی مثلا منابع آب هست که باید ای آلوده نشه، اینها از جمله حقوق اجتماعی شهروندان است. پیشرفت عمومی که باید شهرهای ما آباد شوند و همچنان زندگی فردی یک شخص. خب وقتی که از دیدگاه روسکو پاوند مثلا حقوق یک فرد مثلا به صورت یعنی قابل احترام است، همچنان حقوق یک فرد به عنوان یک عضو جامعه به صورت عمومی و یا اجتماعی، این هم مورد احترام است. به اساس یعنی مکتب جامعه شناختی بیشتر حالا تمرکزش به این هست که مطالبات بشری باید امروزه در قالب منافع اجتماعی باید شکل بگیره، که ما چند نمونه ایش دادن اینجا ذکر کردیم، تا حدی که به موضوع فردی توجه صورت بگیره. این دیدگاه مکتب جامعه شناختی بود که حالا جامعه شناسان دیگری هم در این زمینه وجود داره، ولی ما به اکتفا کردیم. دوم، مکتب اصالت فایده است. مکتب اصالت فایده در زمینه، خب که این مکتب در زمینه فلسفه سیاسی و اخلاقی نقش مقتدیرانه ایفا کرده است. این مکتب با جرمی بینتام شناخته می شود. جرمی بینتام دولت ها را ملزم می سازد تا میزان و سرجم خالص خوشی یا خوشبختی تمام اتباع خود را به بیشترین حد برساند. این که هر انسان بی‌طبع طالب کسب لذت و دفع الم است، یک طرفی قضیه، ولی مورد توجه دانشمندان زیادی حتی در جهان باستان و بیشتر از همه اپیکور این مورد توجه قرار داده، ولی بینتام آن را به صورت ماندگار ارائه کرده است. بینتام معیاری را به نام لذت سنج نام نهاده است. چهار عامل باید لحاظ شود: شدت، مدت، قطعیت و یا عدم قطعیت، نزدیکی یا دوری لذت. خب مکتب اصالت فایده همان گونه که از نامش فایداست، باید قوانین حقوق بشری به گونه ای مطرح شود که منفعت عمومی باید حفظ شود، منفعت اشخاص حفظ شود و خوشبختی ها را باید برای مردم بیاره، آنچه را که مردم برای خود خوشبختی و سبب لذت و خوشی می دانند. اگرچه ما در اسلام این موضوع را یک قید برش داریم که لذت ها و خوشی هایی که در مثلا دایره دین اسلام است، یک نکته ای را باید اینجا اشاره بکنم، ای که وقتی که ما میگیم مثلا بینتام یک معیاری به نام لذت سنج را در نظر گرفته که لذت های انسان ها را که در هر جایی که یافت میشه باید مورد توجه قرار بگیره و باید به لذت ها و به خوشی های مردم احترام قائل شود، ولی دیده میشه که در زیر چتری امی معیار امروز تقریبا در اکثر جامعه اروپا به یک زندگی حیوانی متاسفانه مبدل شده، ولی لذت را ما میتونیم یک لذت از لحاظی البته مدت که یک موضوع را اینجا قید کرده،
حالا شدت، مدت، قطعیت و یا عدم قطعیت، نزدیکی و یا دوری لذت. این مدتی از ایره که ما میتونیم مثلا استفاده از مواد مخدر که متاسفانه حالا به صورت سگریت هست، به صورت نسوار هست، به صورت یا موادهای الکلی دیگری هست که متاسفانه امروز شاید شما هم معلوماتی داشته باشین که اکثرا حتی نهادهای تحصیلی در اروپا متاسفانه که 90% از محصلین با این مشکل مواجه هستند که حالا از لحاظ لذت سنجی این یک مشکل زا هست و میتونه که یک مشکل را به بار بیاره، ولی دیدگاه مکتب اصالت فایده ای هست که این مشکلی نداره، به خاطر از اینکه درست است که حالا در آینده شاید مشکل داره، ولی حالا احترام به زندگی فردی و یا ای که خوشبختی انسان در ای هست و ای را به عنوان یک لذت برش ارزش قائل است، برای از احترام گذاشته شوه. به این خاطر این موضوع از لحاظ حقوقی در اونجا و از لحاظ قانونی حمایه میشه و قانون اروپا هم از این مسئله حمایت میکنه. این نکاتی بود در رابطه به مبنای حقوق بشری که ما 4 مبنا برای از ذکر کردیم و همچنان حقوق بشر از دیدگاه 2 مکتب، مکتب جامعه شناسی یا جامعه شناختی و مکتب اصالت فایده خدمت شما بیان کردیم. امید هست که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.